در مورد اینکه مهدی چه تاثیری میتونه در زندگی ما داشته باشه اصلا حضور یک امام غائب تا قیام قیامت که ما ندیدیم و پدرانمون و جد آبادمون ندیدن و بعد از ما هم نخواهند دید تا قیام قیامت چه تاثیر در بشریت میتونه داشته باشه جوابی به این سوالات ندارید اصولا چنا با بزرگوار این انتقادات اگر در مورد همین مهدی دارید تو حتما باید به اهل سنت هم همین انتقادات رو بکنید که چقدر دوایات متعدده رو آوردن من میتونم آدرس های زیاد نمیخواد رو آدرس بدید دادم. کارتون اینه طبعه میدونی طبعه چیه من بذار نه شما اجازه بفرمایید نه اجازه شما اجازه بفرمایید ما به عنوان انسان ماجر نگاه میکنیم اهل سنت مطمئنا اعتقاد به مهدی نداره ما در هر موردی صحبت میکنیم که جوابی نداری بدی در مورد سیغه آقا اهل سنت هم در کتاب فلان جلد فلان آوردن که سیغه همه عالم آدم میدونن اعتقاد نداره اهل سنت به سیغه در مورد زیارت قبور آقا ابن هبان رفته سر قبر امام رضا فلان حرف و زده فلان چیزو گفته همه عالم آدم میدونن که اهل سنت به اعتقادی به سر قبر رفتن از قبور توسل جستن نداره در هر مورد صحبت میکنیم که جوابی براش ندارید میگید خودتونم این اشکال رو دارید باید اول اشکالات خودتون در این مورد آقا ما من و هیچ اهل سنتی اعتقادی به مهدی نداره نگر دنبال این در اون در نزن خود تو دنبال کتاب های غیر صحیح اهل سنت کتاب احادیث ساختگی احادیثی که خودت قطع و بریدش کردی همه شما را شناختن توی این قضیه شما برنامه بذارید تو شبکه های خودتون به تمام احادیثی که دروغ ساختید به اهل سنت قطع و بریدش کردید همه اهل سنت میدونن از بچگی بهشون گفتن مهدی دروغه ساختنش و تا قیام قیامت هم همین ادامه پیدا میکنن اکثریت مسلمان های دنیا بر این عقیده هستن نرو سراغ احادیث به من بگی صفحه فلان و جلد فلان فلان امام و فلان شخص و فلان عالم فلان حرف و زده که بعد من بخوام برای بینندگان توی برنامه دیالوگ حتما جذاب نیست ما همین کار رو براتون توی فصل خطاب کردیم وقتش هست اونجا الان به من بگو امامی که از قرآن ثابت نمیشه از سنت ثابت نمیشه غیب شده غیب شده وجود نداره چه نفعی میتونه برای ما داشته باشه در دنیا نفع واقعی شده به ما بگو بفرما نگو سنی فلان گفته این حرفا بگو آقای موحد بزرگوار من مشکل اساسی اینه که احتمال میدم شما یا سواد کافی رو ندارید من میخواستم آدرس بدم و تحملم نمیفرمایید که من آدرس بدم نمیخواد آدرس من... بدید نمیخواد, نمیخواد آدرس بدید نمیخواد آدرس بدید نمیخواد آدرس بدید ما آدرس های شما رو قبلا بررسی کردیم اهل سنت اعتقاد به امام زمان نداره بزن سرتو به دیوار بزار لای در نداره تو برید کن از کتاب امام احمد از کتاب ابن حبان از کتاب ابن حجر از کتاب زهبی هیچ کدوم از این ائمه اعتقادی به مهدی موهوم نداشتند ندارند و نخواهند داشت اهل سنت اعتقادی به این مهدی نداره میتونی جواب این شبه رو بدی به قول خودت که من انداختم اگر امام غائبی وجود داره من میگم نداره اگر وجود داره چه فایده ای داره بفرمایید جناب آقای ارز، ارز بنده این بود ای همین انتقادتون باید و اهل سنت هم بفرمایید اهل سنت, سنت اعتقاد براید. به این خواستن. موضوع ندارن شما میگی ببنید. دارن شما میگی برد. دارن باشه اون اهل سنتی که شما میگی اعتقاد به مهدی آخر الزمان و, و غائب دارن به اونها در مورد اونها جواب بده مهدی که اونها اعتقاد بله دارن بله. و شما هم بله اعتقاد بله دارید واحد. ولی من و اهل سنت اعتقاد نداریم چه سودی داره اگر نمیتونی جواب بدی دیگه نگو سنی ها هم این اعتقاد رو دارن ندارن فقط به من بگو که چه نفعی میتونه این امام غائب برای ما داشته باشه آقای موحد اگر شبکه رو بچرخونید و شبکه کلمه رو بگیرید الان مجریش از در مورد این مهدی در مورد اهل سنت میگه من احتمال میدم ایشون حداقل به این اندازه به این حداقل کف ماجرا معتقدتون چون اگر مدعی نباشه ایشون رو هم میکنه نمیتونی, نمیتونی جواب بدی نمیتونی ده جواب بدی نمیتونی به سوال من جواب بدی خودت داری به درا دیوار میزنی به خاطر اینکه نمیتونی به به سوال من جواب بدی ببین بحث علمی تو بذار برای خودت اهل سنت به امام زمان اعتقاد نداره برای من نیار جلد فلان صفحه فلان یه کلام یه نفر رو قطع و برید کنی یه چیزی بگی ما اهل سنتی ما میدونیم به چی معتقد هستیم میدونیم امام احمد به چی معتقد بوده میدونیم ابو حنیفه و شافعی به چی معتقد بودن همون اعتقادات ما هستن در مورد اعتقادات ما رو بذار کنار میتونی از اعتقادات دفاع بکنی یا نمیتونی حتی یک نفر رو برای امام غائبی که وجود نداره بگی و بهش اعتقاد داری بگو اعتقاد ندارم شما اعتقاد دارید بعد موضوع تموم میشه اگر اعتقاد داری از اعتقاد دفاع کن اگر اعتقاد نداری اگر می ترسی خجالت میکشی از اعتقادت که نه دلیل قرآنی داره نه دلیل در سنت داره و نه دلیل عقلی داره بگو من از این اعتقادم خجالت میکشم میخوام بگم شما هم این اعتقاد رو دارید موضوع ما این نیست که اصلا سنی و اعتقاد داره اعتقاد نداره شما از این که اعتقاد داری دفاع کن اگر میتونی ببینید آقای مبهز شما مشکلتون ظاهرگرای های هر چیه رو نمیبینید رو اعتقاد ندارید و خدا رو هم که ندیدید اعتقادی به همین خدا هم ندارید تو نمیبینید حرف علکی نزن, هم نزن. هم حرف علکی اعتقاد نزن آقای آقا اعتقادت منو بذار کنار اعتقادت منو بذار کنار حرف علکی نزن ب... نه بحث رو بس رو, خدا بس رو مهده مهده کودک نکن برادر من بس رو مهد کودک نکن شما از اعتقاداتت در مورد امام زمان دفاع کن یا یک, یک. چرا امام زمان اثری ازش در قرآن نیست؟ میخوای در مورد این صحبت کن. دو چرا هیچ منفعتی برای ما این نداره این امام غائب تا قیام قیامت قرار باشه چی کار میخواد بکنه تو این مدت غیبت این دو مورد رو یا اقلانی یا از قرآن به من جواب بده بتونم به بحث رو ادامه بدم اگر نمیتونی یا قطع کن یا بگو نمیتونم دیگه اعتقادات من و اعتقادات اون شبکه کلمه فلان چیز گفته کاری نداشته باش می شبکه کلمه هم زنگ میزنی میگه نور داره فلان حرف میزنه بفرما از اعتقادات دفاع کن دارم آدرس منابع اهل سنت رو بخونم. چون نمیتونی جواب بدی چون از اعتقاداتت خجالت میکشی ما تو برنامه فصل الخطاب گذاشتیم تا آوردی براتون نشون دادیم همش هم آوردیم یکی یکی هم نشون دادیم براتون چیزی نمون مگر اینکه شما بیارید و ما اونا نشون بدیم همهتون قطع کردید همتون دروغ گفته بودید اهل سنت اعتقادی نداشته باشه نداشته بوده و نخواهد داشت به امام قائم آخرین بار بینندگان عزیز ببینید که از اعتقاداتش داره فرار میکنه ببینید که سوال برنامه این بود من سکوت کردم جواب سوالاتشون رو در مورد مواردی که بود دادم الان نمیتونه از اعتقادش دفاع کنه ایوه الناس این اعتقاد قابل دفاع نیست چون نه قرآنیه نه اقلانیه برای این قابل دفاع نیست میاد میگه شما هم این اعتقاد رو دارید ما نداریم هیچ مسلمانی نداره 98 درصد مسلمان ها ندارن ولی ما اینو گذاشتیم کنار قبلا در موردش صحبت کردیم ما توی این برنامه سوالمون رو نمیتونه جواب بده نمیتونه از اعتقاد داشت صحبت کنه در مورد امامت صحبت میکنیم همین جوری برخورد میکنن در مورد سیغه ازدواج موقت همینطوری در مورد خمس همینطوری در مورد تمام مواردی که با مسلمان‌های دنیا اختلاف دارن همینطوری برخورد میکنن آقای دوست عزیز امیر برای آخرین بار بهت اجازه میدم دوست دارم انقدر کم بیاری که بینندگان ببینن جوابی نداری به سوالات می توانی امام زمان رو به من بگی چرا همچون چیز مهمی تو قرآن اثری ازش نیست یا اینکه چه نفعی این امام غایب برای ما داره میتونی بگی یا نمیتونی بگی همون روز هم در برنامه فصل خطاب آبروریزی برای شما شد که متنی رو نتونستی آقای محترم میتونی بگی این دو سوال دار... واضح آشکار رو جوابش رو میتونی از امام غائب دفاع کنی یا نمیتونی میتونی از امامی که, می... که وجود نداره می... و غیب شده و هیچ سودی نداره و اثری ازش در قرآن نیست و پیامبر در موردش چی, چی نگفته و تاریخ می... هم گفته که به دنیا نیومده میتونی ازش دفاع کنی یا نمیتونی چرا فرار میکنی از بحث علمی؟ دارم بحث علمی منابع میتونی می از سوالات من جواب منابرو بدی؟ منابع رو بخون بگو دروغ میگه چرا میترسی منابع رو آقای محترم موضوع برنامه ما اینه امام غائب چه فایده دارد جواب من وجود ندارد فایده هم ندارد شما میتونی میتونی برادر عزیز به من بگی که این امامی که شما بهش اعتقاد دارید و ما نداریم چه فایده ای داره میتونی یا نمیتونی این آخرین باره که بهت وقت میدم چون خیلی پشت خطم شیعه و سنی منتظر امام زمانی هستند که هیچ فایده ای ندارند خدا نگهدارت